به نظر شما بهترین علوی بازار کدومه؟ تو این پست مقایسه علوی مرغ نامینو 1 و 1 و چیکار رو با هم داریم. راستی من روکو هم و به روکوشو خوش اومدید. بکوب لایکو تا بریم سراغ ادامش. علوی اولین بار توی روسیه توسط سرآشپز فرانسوی بلژیکی تهیه شد به نام لوسیان اولیویه، یه غذای گرون قیمت ویژه اشراف، ترکیب خرچنگ، قرقاول، گوشت آهو و سیب زمینی که باید با سس مخصوص به همراه خاویار سرو میشد. تقریبا میتونم بگم هیچ ربطی به علویه امروزی نداره و مرحوم مغفور لوسیان اولویه دستور تهیه خودش رو هیچ وقت فاش نکرد. اینطوری رفته رفته این دستور تغییر پیدا کرد و خلاصه به شکل امروزی در اومد که مورد توجه دانشجوهاست. یه غذای اقتصادی و خوشمزه. ولی خدا رو 100,000 مرتبه شکر که لوسیان اولویه مرد و این روزا رو ندید. بگذریم. حالا دیگه بریم سراغ مقایسه. اول از همه نامینو 200 گرمیه و 7750 تومان توی تهران قیمتشه. با یه قیمت اقتصادی و تبلیغات گسترده خیلی خوب تونست جای خودش رو توی سفره‌هامون باز کنه. وقتی بازش میکنی یه حالت پوره داره که تیکای هویج، خیارشور و نخود فرنگی توش دیده میشه. طعم قالب سیب زمینی و مایونزه که با یه تهمزه ضعیف ترشی همراهه. میزان مرغ توش واقعا کمه. بعد به خاصی هم حس نمیکنی. در کل یه علوی اقتصادی که گزینه بدی نیست. 1 و 1 230 گرمه و 18500 تومان هم قیمتشه که اصلا اقتصادی نیست، با یه بسته‌بندی کنسروی که 18 ماه ماندگاری داره که به گفته خودشون نگه دارنده هم نداره. کنسرو بودنش خوبیش اینه که به درد مواقعی میخوره که کلی علویه بخریم و برای مواقع سیل، زلزله و حمله دایناسورها که خیلی هم توی ایران بعید نیست کنار بذاریم. و یا برای مواقع خوبه که مثلا میخوای بری تایلند ولی غذاهای اونجا رو اصلا دوست نداری. وقتی بازش میکنی اول از همه با تیکای مرغ ریش ریش شده چشم چشم میشی. خدایش میزان مرغش زیاده. بافتش مثل نامینو اونجوری میکس نشده و طعمش مثل یه اولویه میمونه با ادویه و آب لیموی فراوون. اگه دنبال یه اولویه با طعم متفاوتی گزینه خوبیه. البته یادمون نره که قیمتش هم تقریبا 2 برابر بقیه برنداست. چیکا 200 گرمیه و 11500 تومان هم قیمت و در حالی که روی همه علوی‌ها نوشته شده بدون نگهدارنده، چیکا ادعا میکنه که تنها علویه بدون نگهدارنده است. بنابراین این وسط یه جای کار میلنگه. یا چیکا داره اشتباه میزنه یا بقیه برندا خیلی زیرزیرکی دارن پنهانکاری میکنن. روی بسته بندیش یه چاقو چنگال کوچیک تاشوه. خلاصه چیز باحالیه. بافتش خیلی پورمانند نیست و تیکای سیب زمینی مربعی هم توش دیده میشه. بقیه موادم کاملا حس میکنی. میزان مرغ در حد و حدود نامینو، ولی میزان مایونزش خیلی بیشتره و یه تهمزه خفیف شیرینی داره. باید بگم این بار جز معدود دفعه‌هایی بودش که مقایسه انجام دادم و هر سه محصول قابل قبول بودن. در کل میتونم بگم اگه دنبال یه علویه متفاوتی 1 و 1 اونیه که میخوای. اگه میخوای اقتصادی و به صرفه باشه نامینو عالیه و اگه دنبال یه علوی نزدیک به علوی خونگی ولی یکم چرب و چیلی چی کار رو بخر. حالا دیگه نوبت شماست که برامون کامنت بذارین تا ببینیم نظر شما چیه.